با سلام درود این برنامه را بیشتر برای جوان عزیز که وارد سیاست سیاست افغانستان میشن ای را آماده کردم و گفتنش لازم بود بزرگوار که قبلا در سیاست در اداره افغانستان و در مسائل جهانی کار کردند که گپار پیش از ما میدانن این بحث مجموعی کشورهای بریکس است که سرنوشت افغانستان در چارچوب بریکس میشه در آینده از او خاطر رفت ما فکر میکنم که انشاب تاریخی در کاخ سرمایداری رخ داده اعلام خب بریکس مجموع کشورها بنا دارند که یک پول واحد در برابر دلار مروج بسازن که برای استراتژی دلاری امریکا مدل انفجار یک بم اتم است به او خاطر در اجلاس بریکس در افریقای جنوبی برگزار می در 22 آگست یعنی 22 روز بعد تقریبا فرانسه ماکرون یک درخواست داده بود درخواستش پذیرفته نشده بود دعوت نکردن مهمتری که از امریکا دعوت نشده یعنی نارسیده و 22 آگست باز ما یک چیزی که رو دیدیم یعنی یک انفجار محیبی تروریستی در پایتخت افریقای جنوبی در جوهانسبورگ روی داد که جزیاتش تا حال فاش نشد اما افریقای جنوبی و رهبرهای بریکس او را یک خوشتار تلقی کردن که خب اولا میگن که پوتین تهدید کردن خال پوتین قراره که برنامه برای شما مخواد گفتم آنلاین شرکت میکنه ایواز پوتین وزیر خارجیش میره خویم بکنار دولت افریقای جنوبی پس از هماهنگی با روسیه و چین و برزیل و هند البته اینا سر حلقه های همی اتحادی بریکس هستند اعلام کرده که به دلیل بیم از تحریم اقتصادی افریقای جنوبی به وسیله امریکا از پوتین ما خواستیم که در اجلاس نوبتی شرکت نکنه خب لاوروف وزیر خارجه ایواز پوتین شرکت میکنه و تغییرات جهانی هم ایجاب میکنه که خب برحال چیزهایی در نظر گرفته شود خب آلی چی از چی پوتین باشه چی نباشه راست مسئله است که در اجلاس بریکس یک پول واحد برای معاملات اقتصادی در زمینه تجارت در بین مجموعه بریکس اعلان میشه این واحد پول جدید جایگزین دلار میباشه چی پوتین بیاید چین نبیه یعنی تین وضعیت اوجه جا در جریان است یعنی اوجا لنگر چین است و در کل کشور ها است یک کارشناس مالی امریکا که مشاور سابق سیایی هم بوده به نام جیمز ریکاردز یادم میگه که در 22 آگست مهمترین حادثه در سیستم مالی جهان رخ میده او پیشبینی کرده یعنی چی؟ یعنی بعد از امی حادثه سال 1971 که امریکا 71 تقریبا 70 چند سال پیش 60 چند سال پیش امی استاندارد تلا را لغو کرد استاندارد تلا را ایوازش دلار ساخته بود حال بعد از اون میگه که ولی وقتی که ایواز دلار یک واید پول در سطح کشورهای قدرتمند عضو بریکس مطرح میشه دلار زیر سوال میره دیلی اکاونین هم یک مؤسسه است که نسبت به گزارش، گسترش یک بلوک اقتصادی جدید اشتار داده حالا وقتی که در اجلاس نوبتی بریکس در تاریخ 22 آگست عضویت چند کشور دیگه هم اضافه میشه در ها بررسی میشه مثلا عضویت ایران و مصر عربستان سعودی مگزیک ترکیه یوروگوای تقریبا چل کشور در است خب روز تنها در این مجموعه روسیه، چین، برزیل و هند این چهار کشور بیش از 30 درصد از مساحت زمین حوزه بریکس در اختیار دارند و مجموع تولید ناخالص داخلی اینمی چین و هند و برزیل و روسیه و افریقای جنوبی که امرایش اضافه شود 29 تریلیون دلار یا 28 درصد تولید ناخالص داخلی کل جهان است پس مجموع بریکس بسیار با عنوان یک یک حریف بسیار قدرتمند تاریخی در برابر سیستم مالی امریکا عرض وجود کرده خب اینجا خب آل خونا میگن که از نظر جمعیت از نظر تولید انرژی تولید ناخالص داخلی تولید غذا و سلاح های هستی ای, بریکس میتونه جایگزینه برای چی باشه سیستم غرب باشه با اعلام ارز بریکس ارزش دلار و اصطلاح کاهش پیدا میکنه پاکستان خدامیال خود پلنگی ساخته گفتم من میم در این میمان شرکت میکنم خب البته در اجلاس بعدی بریکس که در کازان روسیه میباشه در سال 2024 د ای نیست ده افریقای جنوبی خب اینا هم گفته که ما بسا علاقه داریم که میگه باشیم یک شکل الجزایر و عربستان و سعودی و احتمال اینا کلش بس با تمام بسته های اقتصادی خود اونجا حضور می داشته باشند وبسایت خبری استاشکو در مسکو گفت که ماکرون رئیس جمهور فرانسه دعوتنامه را انتظار داشت اما این دا کسی دعوت نکرد خب چرا دعوت بکنه ماکرون چیکار کار داره اوجه؟ سریل راما پوزا رئیس جمهور افریقای جنوبی گفت که نه ماکرون ما دادیم نه امریکا را هر دویش در اجلاس بریکس حضور نخواهند داشت اما خب با رئیس جمهور سو... روسیه هم به صورت آنلاین شرکت میکنه و کار پیش میره نشست سران بریکس در حال تبدیل شدن به یک نمایش یعنی حصول استقلال مثلا جهان جنوبی است جهان شمالی غرب است جهان جنوبی میخواد استقلال خود اعلان بکنه استقلال مالی خود یعنی در برابر جهان آزاد این چیزهای تمامش مثلا عملیه های تاریخی است مردم عزیز که جنگ اوکراین یک بخش کوچک است این می کشور که ما و شما یکی از عناصر این جنگ است اهمیت سیاسی در حال حاضر از خب پنج به اصطلاح کشور جی 5 یعنی جی 20 ما و شما شنیدیم یعنی 20 کشور صنعتی پنج کشور عمده صنعتیش در این بریکس آل حضور داره یعنی منشعب شده یعنی چی؟ بریکس در حال تبدیل شدن به یک نماد یعنی جهان غیر غربی است اینطور اینا چی میکنن؟ یک بانک توسعه چند جانبه را در بین خود تاسیس میکنن یک شبکه ایمنی مالی که در وقتی بحران اقتصادی شروع میشه که دیگه خود شبیه شورای تجارتی بریکس خب خلاصه حتی شورای امنیت سازمان ملل متحد سرش یک گاب دارن که باید اصلاح شوا. و اگر نه شورای امنیت ملل متحد هم جهان بریکس در احتمالا در کارنامه خود خواهد داشت خب آره که قدر از بریکس گفتیم بریکس نقطه ضعفش چی است نقطه ضعفش نابرابری اقتصادی در بین کشورهای بریکس خاصتا هند و چین جمعیت چین بیش از سی درصد سروت کشور در اختیار داره یعنی یک درصد سی درصد سروت چینه در چین یک درصد نفوسش در اختیار داره یعنی چند یعنی صد نفر یا چند هزار نفر یک نابرابری و این میتونی نابرابری ها در زمانش منتج به خیزش های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی شود باز وقت چطور میشه چین وار یک کشور واز بریکس از جمله به صلاح بازوهای کلان بریکس یک دم از درون به شود چون نابرابری است دیگه کشور ها مثل برزیل و افریقای جنوبی اینا خو به داشتن و آلی هم دارن این به میتونه یعنی روند اصلاحات اقتصادی را و جلب سرمایه خارجی را در مجمع بریکس با مشکل مواجه کنه این دیگر گفت مهمترین گفت است که این کشورها منافع ملی متفاوت دارن هر کس دا خط منافع ملی خود میره بازو به با کس بریکس نمیشناسه این دیگه ای خوبی خیلی پاشنه آشیل است مثلا چین علاقه شدید به حفظ سلطه اقتصادی خود در منطقه داره سلطه را چین داشته باشه در دا حالی که هند کاملا مخالف است به حفظ حاکمیت خود داره هند علاقه داره همین حال خوب دمیم از مز... مسئله را که بازگو میکنم خط فاصله ایجاد است ایجاد شده گیست ظهور چین به عنوان قدرت جهانی باعث میشه که حداقل هند مخالفت بکنه روسیه هم مخالفت میکنه ایت نمیمونه که یک شد دیگه ایش کلان شوه ای خوب کنار این حال بعضی چالش های دیگه هم هست که در بریکس حادث خواهد شد مثلا اثرات تغییر اقلیم دفتا فرزن در هند تغییرات اقلیمی می یک یک بار تمام سازمان کشاورزی و به صلاح گسترش تولید غلجات متوقف میشه شود و یک فاجعه بار می تغییر اقلیم است و کشور هم هست یک میلیارد نفوسش خب بریک سیر دیگه کشور های بریک سیر بار شور داشته می نه خب نکته دیگه که اصلا این کشور ها همیشان مم. یعنی دستخوش تاثیرات تغییر اقلیم هستن در معرض این تغییرات اقلیمی قرار دارن مثلا باز هم میهنده میگه خوش های مکرر بیخی از پای انداختهش ایش بعض جای ها یا مثلا در برزیل یک چیز دیگه روان به نام زدن جنگل ها جنگل زدایی همین تو کل کدم ایران چیز همین پوشش طبیعی عراضی را و این بسیار خطرناک است یه موضوع یکی از اعضای گردن کلفت بریکس است این باز چطور میشه که یک دم یک و سالی بیا برزیل بزنه که بیخی از پای بفته دیگرات توان از دارن که دست شبی بگیرن هر کس چاری خود باید بکنن دیگه ای که این تغییراتی که ما گفتیم این تغییرات به سبب سرعت میتونه در مقاطع خاص بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی رو بیاره که ها تغییر کنه ای بود به اما نقطه ضعف بریکس که بیشتر فوایدش ها گفتیم نقطه ضعف فوادش فوایدش که کم نیست ظهور قدرت های اقتصادی جدید مثلا حال آمده اندونزیا با بیش از 300 میلیون نفوس مگزیک و ترکیه ایسی کشور در حال رشد هستن اینمی کشور ها میتونن یک چالش بسیار کلان بر علی بریکس باشن هرگاه امریکا و دیگه قدرت های بزرگ بخواه اینا رو به خود جذب کنن اینجا ما میبینیم که چشمانداز سیاسی جهانی و سرعت در حال خ... تغییر است چطور یعنی چشمانداز سیاسی چیزی که دیده میشه است که امریکا دیگه ابر قدرت مطلق نیست یعنی نظم جهانی به طرف چند قطبی شدن میلان داره چه بزور چه برزا اینی می امر میتانه امکاری کشورهای بریکس دشوارتر کنه چرا؟ وقتی که ضعف امریکا بیشتر 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 میشه یک پدیده کلانی از خود بریکس هند و چین سر برمیارن که امون عقد امریکا رو میکنن در جای امریکا میشینن انسان خیلی عادتش هست در مقام تحکم و فرمان روایی میشینن او بریکس میشکن نواز خب چی از این گپای ما چی نتیجه؟ نتیجه است که بریکس مجموعه بریکس یک گروه نسبتا جدید است اما آل اینا تاثیر قابل توجهی دارن سر اقتصاد جهان اقتصادی که امریکا کم کم ابتکار را دست میده و کشورهای دیگه که تو فراز می آین. مگر آیندی بریکس نامشخص از وطن داره عزیز. همه قدر که گفتیم از این طرفش و ای طرفش آیندهش نامشخص است. خب ضمن از گروه تبدیل شدن به یک نیروی مهم در سیاست اقتصاد جهانی داره از حوادثی که ممکن است در مسیر را یا در نیمه را حادث شوه و یک بار تاریخ مالی و اقتصادی جهان را به یک طرف دیگه ببره هم وجود داره چرا کشورهای غربی کشورهای بسیار بسیار عمیق و هوشمند هستن و تکنولوژی هوشمندم هم در اختیارشان است ایره ای در ذهنیت شما باشه و این طرف کشور خود ما را دینمی گلگل میری که همیال برای شما ما تشریح کردم موقعیت افغانستان در ذهن شما باشه که ما جز اینمیستیم تا تحقیقات بعدی